حتی یادم از اون زمانی که آقای سجادی ایران مال بودن خیلی ارتباطات شما با ایشون خوب بود و حتی ایشون وزیر هم شدن. شما پیام تبریکی که دادید گفته بودید که حالا کمک‌های شایانی شده، خیلی از این اتفاق خرسند بودید، تو مسابقات‌های قبلی هم حضور پیدا کرد. میخوام بدونم آیا اتفاقی افتاده، حالا یه خورده فاصله افتاده با دوستان، یعنی مشکلی پیش اومده؟ چون این خبری هم که حالا نذاشتم، من خودم پیگیر میکنم کانال وزارت ورزش، مثلا برای خود منم جایی حالا سوال داشت که چرا اخبار موفقیت بچه‌ها کار نشد. مثلا اینو از من میپرسی، از آقای دکتر سجادی بپرسید. حالا از نظر شما مثلا زاویه اختلافی به وجود اومده یا هر روز 3-4 بار با دکتر سجادی پیام میدم مدام و خیلی هم چه محبت دارن و با کمال احترام و ادب جواب ما رو میدن. ما از آقای دکتر سجادی گرایه نداریم، ما از زیر مجموعه آقای دکتر سجادی واقعا گرایه نداریم. آقای خاطر شما بفرمایید. تو مسابقه مچ‌اندازی جهانی تو آنتالیا یه فیلمی از افتتاحیه‌اش اومد که پرچم اسرائیل کنار پرچم ایران بود، خیلی حالا صحبت شد راجبش، ولی حالا موضع‌گیری رسمی از طرف فدراسیون حالا شخص شما به اون صورت راجب این قضیه صورت نگرفت. حالا نه خیلی خیلی جدی چیز نشه، حالا بیانیه بود، ولی گفتیم خودتونم راجع به این صحبت کنید. عرض کنم خدمت شما که البته این درباره فقط برای شما صحبت نکردم، برای رسانه ما. اول به اون دستگاهی که باید پاسخ میدادم یه بار پاسخ دادم، ولی بازم دوباره صحبت میکنم که شما حتما انتشار بده، برای که خدا این کمکی کرد و دوستان در جریان این قرار گرفتن. ما وقتی که رفتیم توی اون سالن بازدید کردیم، دیدیم پرچم ایران رو، یعنی من رفتم برای اون عقد قرارداد میزبانی مسابقات مچ‌اندازی، پرچم ایران کنار اسرائیل قرار گرفت. بلافاصله همونطور اینقدر آقای نیازی رئیس فدراسیون ترکیه گفتیم، فشار بردیم که پرچم رو در آورد و فیلم هم گرفت. پرچم ایتالیا رو گذاشت بین پرچم ایران و اسرائیل و داستان رد شد. حروف الف با اف دقیقا. بعد روز ما اومدیم، من برگشته بودم ایران، دیدم که توی اون بچه ها برام فیلم فرستادن که پرچم ایران کنار پرچم اسرائیل. توی اون مسابقات یعنی افتتاحیه که مسابقات بوده، که اگه نگاه کنید، حالا تو اون فیلم هم نگاه کنید، اسم کشورها رو میخونه. اول میخونه ایران، ایران میره روی سکو، و بعد از اون مسابقات پارالمپیک بوده، یعنی اون آقای حساری که بوده کرولال بوده، پارالمپیک بود. و بعد میگن که مثلا برای تخصیص حروف الفا بگه، میگه ایران، عراق، بعد میخوره به اسرائیل دیگه. عراق قایم بوده تو مسابقات، اسرائیل میاد کنار این وای میسه. آقای عزیزیان رئیس کمیته مچ‌اندازی و محض اینکه رو میبینه داد بیداد شروع میکنه، آقا بعد اینم نمیفهمیدی که دارن چی میگن، کرولال بوده دیگه، و نمیفهمیدم که اونو خوندن اسرائیل. اگه میدونسته اونم میفهمید میخوندن اسرائیل. یه دفعه اینجوری نگاه میکنه میبینه اینه، میگم بیا پایین، میاد پایین. و بلافاصله بعد از اونم ما بیانیه دادیم روی سایت. ما واقعا خودمونم در واقع رژیم قاسم اشغالگر رو هیچ کاری به رسمیت نشناختیم و نخواهیم شناخت، و واقعا تابع سیاست نظام کشور ما هستیم و بهش احترام می‌ذاریم و اعتقاد قلبی خود ما و همه بچه‌های جامعه بدرسازی است. توی این جریان ها اگه نگاه کنید، توی جریانات اخیر یکی از سالم‌ترین جامعه‌هایی که واقعا توی جریان همراه نظام بودن جامعه بدرسازی بودن. حتی فوش خوردن ولی وایسیدن، حتی اومدن، یعنی همه به من زنگ میزدن، من باشو صحبت میکردیم، مثلا رشته های دیگه اومدن پست گذاشتن علیه نظام صحبت کردن، ولی جامعه پرمشان نه تنها این کار رو نکردن، بلکه پشت نظام رو وایسیدن. سوال دیگه نیست؟ آقای دکتر سوال سخت نیست؟ بله. خب من میتونم دوستان نباشم، چون تخصص ما اینه. ما این مسابقات همین جوانان پرورش اندام و فیتنس چالش جهان قراره بین 16 تا 20 آذر ماه برگزار بشه. برنامه‌اش رو ببینید چه جوری ورود و خروجش بزنم. بله 16 ورود، 17 بازکشی و ثبت نام. نه عرض من چیز دیگه است. این الان همزمان میشه با مسابقات جام جهانی فوتبال. خب این الان تحت شعاع قرار میده. تحت شعاع قرار گرفتن
ببینید من یک بار یه سوالم عرض بکنم. همزمان با مسابقات جام جهانی بود که نمیشد یه زمان دیگه باشه. زمانش رو نمیشه تغییر داد چون همزمان با جام جهانیه و این تحت شعاع قرار میگیره. مفهوم قرار تیم ملی کشتی و نهایت مسابقات کشتی آزاد جام جهانی کشتی آمریکا. اول تلاش کردم که تاریخش رو عوض کنم چون اونها 18 و 19 اون. خیلی تلاش کردیم آقای دکتر هاشمی 3-4 بار به خاطر این فوتبالم نه به خاطر خودم هم بود تلاش کردم که این مسابقه رو بندازیم به تعویق. با توجه به اینکه انتهای سال میلادی بود و تقویم فدراسیون جهانی داشت بسته میشد آخرین مسابقه فکر میکنم فدراسیون جهانی آیفبی در سال 2022 هم مسابقات بود و اون رو مخالفت کرد. خب یکی دیگه ازش که مسابقات با کت و شلوار رو اسمش من نمیدونم چیه این مسابقات. ببینید اصلا کلا پرورشندان و رشته های زیر مجموعه پرورشندان معمولا به برهنگی خودشون مینازن. حالا این کت شلوار اومده این وسط من نمیدونم اصلا سنخیت که داره با این ورزش. ببین به هر حال یه تو هم کت شلوار هم که میگه کت شلوار اسمش نیست، اسمش از فیت مودل. یه راند داره روش ترکیب بدن رو ارزیابی میکنن، یه داره در واقع راند هم داره که روی استایل و پوشش لباس و در واقع نوع استایل هایی که میگیرن در واقع تصویر برنامه اونم طرفدارای خودش رو داره، زاغه خودش رو داره و الان هم در دنیا اتفاقا به نظر ما خیلی هم خوبه، میتونیم اسپانسرهای خیلی خوبی هم بگیریم از این در واقع پردرآمدترین ورزش حال حاضر دنیا که صنعت بزرگی رو رقم زده و خب بحث تجاری بسیار بالایی داره. همه ورزشکارهای بدنسازی به غیر از برهنگیشون یه قسمتی دارن که خوش لباسی رو هم دارن، فرهنگ خودش رو میتونن تبلیغ کنن. این بخش میتونه به فرهنگ لباس کشور ما هم حتی اشاره پیدا کنه و تاثیرگذار باشه. امید خودم. سوال دیگه ای نیست. بخواهم اگه هیئت رئیسه کشتی رفتی بیرون یا نه؟ نه سه شمسه ساعت 10 جلسه هیئت رئیسه کشتیه. من هم که جلسه هم دوست نامش هم دارم میخوام استوری کشتی؟ استوری کنی کاری ندارم ولی نذاشتی تو انتخابات هیئت اجرایی شرکت کنم. من نذاشتم. آره دیگه آقا سوال شده بگم. آقا سوال هم بگم. این تا اصلا حضورتون توی در رئیس کمیسیون کشتی مدیر کله. مدیر کله استعلام کردن از مدیر کله حقوقی به زد ورزش گفته من قانونی نداره. مدیر کله حقوقی به زد ورزش بعد یه چیز آنجانی هم بودم میبینی؟ نه دیگه اینجا گیرم دیگه اگر نبودم میرم دوبه فصل هم برنیس به چون نه دیگه دارم میگم که خب اگه از این کارو کردم آره آقای مورد سوال دارید بفرمایید. یه سوال دیگه هم باید تو ذهنت هست منم بهت من جواب میدم. یادم رفت. دوره آینده کشتی میخوای کاندید بشی یا نه؟ چی؟ کاندید میشه. الان جواب میدم. برنامه داری واسه کشتی؟ هیچ برنامه برای کشتی ندارم. علی دبیر جلو من هست. علی دبیر زورم چون به علی دبیر نمیرسه. خب بفرمایید مراد. علی تو جود از عدد من مرادی هستم خرگوزه ای بیدم. سوال من بهتون مشخص اینه که با توجه به اینکه مسئله فدراسیون رو اثر میکنم دو تا چالش عمده دارم. یکیش مسئله روادیده، دومیش مسئله مالیه با توجه مسئله مالی پیرامون اعزام به خارج از کشور. با توجه به مسئله ارزی میخوام بدونم که فدراسیون شما با این دو تا مسئله دست و پنجه نرم میکنید درگیر هست یا خیر؟ آقای کی میخواییش؟ آقای مرادی این چیزی بهت بگم راستش بگم باور میکنیم روزی که میخواست این تیم ببریم اسپانیا آقا وردی را دارم راست میگم خدا شده به اسپانیا 180 میلیون تو حساب فدراسیون بود برای اون اعزام تقریبا بین 5 تا 5 میلیارد ما پول میخواست. نمیدونم چه چیزی جور شد، نمیدونم از کجا آمد. به ذات ورزش هم فکر کنم دیگه اینقدر پیگیری کردن به خدا پدر مادر آقای فیروزی رو بیامرزه 300 میلیون به ما داد. سفر اروپا رو خدا میرسید. بله درست. اینو اسم قهرمانی که گذاشتیم مامرزا از همون روز این باهای گنجی رفتیم پیش آقای مامرزا پدالش تقدیم کرد به آقای مامرزا. هرچند آقای مامرزا اومد خودش کارا رو درست. این از این یعنی واقعا ما محدودیت منابع مالی داریم. امروز فهمیدم که بدهی مالیاتی که داشتیم حسابه ما رو جوری بستن که دیگه نمیتونیم پولم بریزیم تو حسابه درگاه ما که
اون سامانه ملی بدنسازی بوده پولا میریخته تو توش آقای دکتر هاشمی مصاحبه در جریان هستی از الان باید مسئول سامانه ملی ما گفت ملت بده مالیاتی اونم بستن یعنی که نتونیم بگی پولم بگیریم